اصل بقیه دوستان عزیز به خونه من خوش اومدید. امیدوارم که هر جا باشین شاد و شنگول باشین و حالت خوب باشه. خب امشب برادرم تصمیم گرفتم کاسه سرد برادر درست کنم. بریم با هم دیگه مواد لازم رو ببینیم چه احتیاجه برای 4 نفر. پاستای پروانه‌ای 400 گرم، میگو 400 گرم، گوجه 400 گرم، زیتون 200 گرم، پنیر پیتزا 350 گرم، ماهی تون 200 گرم، جعفری به مقدار لازم، روغن زیتون به مقدار لازم. خب مواد لازم رو با هم دیگه دیدیم. یه غذای تابستونیه سردیه، یه غذای سردیه که تابستون خورده میشه و خیلی خوشمزه است. اولین کاریش انجام بدیم، دو تا قابلمه احتیاجه، یه کوچیک برای میگومون، یه بزرگ، یه قابلمه بزرگ برای پاستا. آبا گذاشتم جوش اومده، میرم فقط یکم نمک به آب اضافه میکنم. به هر دوتا آب نمک اضافه میکنم و سریعا میریم پاستا را میریزیمش داخل آب جوش. روی پاکت پاستا نوشته بود 12 دقیقه. من این پاستا را انتخاب کردم. شما میتونید هر پاستایی انتخاب کنید، کافیه که اندازش به اندازه یه پاستایی که من بهتون نشون دادم باشه. اسمش فارفاله است، یعنی پروانه به زبان ایتالیایی. 12 دقیقه وقت میخواد رو بپزه. ما این 12 دقیقه که وقت داریم میریم بقیه موادمون رو ببریم ببینیم چجوری باید برش داده بشه. گفتم 200 گرم زیتون احتیاجه، زیتون پاک شده. میتونید سبزش هم اگه دارید استفاده کنید، هیچ مسئله ای نداره، فقط کافیه که زیتون باشه. میریم زیتون هم میبریمش به این شکل، به شکل حلقه‌ای، هر جور میدونید، بس اگه کافیه که به دو قسمت تبدیلش کنید به این شکل. تمام زیتون هم میبریم. بریزیمش توی ظرف. اوکی. بعد پنیر پیتزا هست. پنیر پیتزا میتونید از پنیرهای دیگه هم استفاده کنید. اگه پنیری هست که خوشتون میاد میتونید استفاده کنید. پنیر پیتزا رو به این شکل میبریمش. و میریزیمش همه را داخل یه ظرف. بعد نوبت گوجه مون هست. هر دفعه یه همین به پاستا هم بزنیم که به هم نچسبه. گوجه هست، گوجه هم میان به این شکل میبریمش. ببینید بین اندازه. گفتم یه غذای تابستونی هست، تابستون در ایتالیا این غذا را درست میکنن، خیلی خوشمزه و سبک هست. همه را میریزیمش با هم دیگه قاطی میکنیم. بعد 200 گرم ماهی تون احتیاجه. من دو تا قوطی گرفتم و هر کدومش 100 گرم. 200 گرم ماهی تون احتیاجه. به همین شکل بدون اینکه خوردش کنیم، بخواد اینکه بعد وقتی هم بزنیم پاستا را خودش خورد میشه. میریزیمش همه رو با هم قاطی میکنیم.
بعد میگومون هست. میگو رو چگرش میگونم؟ گفتم 400 گرم پاک نشده، 400 گرم پاک نشده احتیاج. وقتی پاکش کنید تقریبا نصف در میاد. میدیم میگو رو پاکش میکنیم. من قبلا تمیزش کردم یک به یک، دو تا شب گذاشتم بهتونشون میدم چجوری پاکش میکنم. خیلی ساده است. به این شکل سرش رو باید جدا کنید، بعد دوم بشه، بعد پوستش رو کاملا بشنید به این شکل. بعد با یه خلال دندون که بهترین چیز خلال دندونه، یه سوراخ بکنید رو دنبش و رودش رو بیرون بکشید به این شکل. یه روده خیلی کوچیک نازکی. من تمام اینا رو قبلا آمادهش کردم، قبلا شستمش. یه قابلمه کوچیک دیگه احتیاج هست. میریم میگمون رو همشه میریزیم داخل قاب جوش و میذاریم بپزه بیشه. پس سینی فر انتخاب کردم به خاطر اینکه بزرگتره و میتونم پاستا رو راحت در سردش کنم. پاستای ما آماده است و میگوی ما داره میپزه. میگو وقت خیلی کم میخواد. یه همین بهش میزنیم. خب میگومون آماده است، پاستامون آماده شده. بریم میگومون رو بیرون بکشیم، آب کشش کنیم بهشه. میگومون رو میذاریم سرد بشه کمی. بعد پاستامون آماده است. پاستامون زیر گاز رو خاموش میکنیم و میام آب کشش میکنیم به این شکل. سعی کنید کاملا آب کشش کنید. وقتی این پاستا رو درست میکنید هیچ موقع زیر آب سرد نذاریدش سرد بشه. بریزیدش داخل یه سینی. من سینی فر انتخاب کردم که خودش آب مارو سرد بشه، به خاطر اینکه آب سرد روی پاستا داغ تمام نشاسته و طعم و بوی پاستا را از دست میده. تمام پاستامون را به این شکل میریزیمش سرد بشه. یکم روغن زیتون میریزید سریعا روش به این شکل. دو قاشق سفارش به غذاخوری روغن زیتون احتیاجه و تکونش میدید و میذارید سرد بشه. خب من گذاشتم پاستا کاملا سرد شد، میگومم سرد شد، تمام مواد از اجرا من سرد هست. باید همیشه وقتی میرید تمره رو هم مخلوطش کنید، باید تمام مواد غذایی سرد باشه. اگه پاستا گرم باشه ممکنه که غذا خراب کنه به خاطر اینکه پنیر توش هست. خب میام تمام مواد غذایی رو با هم مخلوط میکنیم به این شکل. گفتم یکم جعفری هست. جعفری ها میان خوردش میکنیم و روی پاستا رو میریزیم. خب دوستان گرامی غذای ما آماده است. بریم خوش بذاریمش نوش جونه دو تا دو سه روز داخل یخچال میتونه بمونه. به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که هر جا باشین شاد و شنگول باشید. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.